این گروه آقای اوباما، تیپ آقای اوباما میگن که خب ما میخوایم یک ضرب الاجل قائل بشیم برای جمهوری اسلامی، یا پاسخ مثبت یا پاسخ منفی است. شما چشمانداز یک جنگ رو در برابر میبینی؟ من بعید میدونم که جهان با شرایط کلی که الان وجود داره واقعا بهای یک درگیری نظامی دیگری رو بتونه واقعا تحمل بکنه. حالا بگذاریم از اینکه من اصولا فکر میکنم که اصلا راهش این نیست، ولی بعید میدونم که واقعا جهان در جهت یک درگیری دیگر نظامی بخواد بره. ولی اونا در جهت درگیری دارن عمل میکنن، یعنی الان نقطه مقابل یعنی در ایران که دارن روی تبل جنگ میکوبن، بعدشون هم نمیاد یه جنگی در بگیره. همین علت هستش که برای اینکه جلوگیری بشه از یک درگیری نظامی، تمام تلاش من این هستش که بتونم این راه سومو براشون روشن‌تر بکنم که به نفع هم مردم ایران خواهد بود، هم به نفع خودشون. چرا میگم؟ اولا هزینه هر تغییری در کشور ما، هدف من این هستش که کمترین هزینه ممکن رو برای هم میهنانمون داشته باشه. مسئله این هستش که بسیاری از نیروهای انتظامی کشور میتونن در این فرمول جابجایی نظام و آینده کشور نقشی داشته باشن. از ارتش بگیرید، از سپاه پاسداران بگیرید، از حتی بسیجی ها بگیرید، همشون که دل خوشی الزاماً از این رژیم ندارن. بگذارید از اون مافیای بالای سر کار، خیلی از این افراد نگران آینده خودشون هستن و باز جایی در آینده خود برای خودشون ببینن. نه تنها یک درگیری نظامی این نیروها رو وادار خواهد کرد به یک شرایط دفاعی و حق هم خواهند داشت و اینا رو به عنوان یک همسنگر از دست خواهیم داد و بنابراین دنیا با این کار هم مسئله دموکراسی در ایران رو به تأخیر خواهند انداخت، هم یک درگیری بسیار ناگواری رو ایجاد خواهد کرد که یک بحران بسیار شدیدی رو به وجود خواهد آورد. راه خیلی منطقی تری هست. تازه من فکر کنم از دید برخی از همیهنانمون که فکر میکنن که یک درگیری نظامی شاید بیانجامه به سقوط نظام، این یک فرض به نظر من ناپخته است. برای اینکه اگر هدف خونسا کردن خطری که از جانب این رژیم ناشی میشه، تا اون حدی خواهد بود که شاید بعضی از تاسیسات رو بخوان بزنن، ولی این الزاماً به عنوان این نیست که بخواد کمک بکنه به سقوط نظام. وانگهی ما که نمیتونیم آینده خودمون رو، آزادی خودمون رو، استقلال خودمون رو بخوایم مدیون یک قدرت نظامی خارجی باشیم، باز دوباره خدا میدونه برای چند دهه ریشمون در گروی اون نیرو بخواد باشه. اصلا که من فکر کنم که راه بسیار مشروع‌ترش بار دیگر این هستش که از طریق خود مردم ایران انجام بشه و با هزینه خیلی کمتر و با نتیجه خیلی بهتر. این سرمایه گذاری است که امیدوار هستم بخشی از تصمیماتی است که در قالب سیاست خارجی که این کشورها الان در غیاب ایران دارند باشه. البته باز تکرار میکنم، هرچه نیروهای اپوزیسیون امروز بتونن بهتر این قالب آلترناتیو رو به شکل ملموس ارائه بدن، یک هماهنگی و یک تشکلی به وجود بیاد که بتونه این خلأ رو پر بکنه و بیانگر این راه حل باشه، در ارتباط مستقیم و ارگانیک با نیروهای درون مرزی، قاعدتا این مسئله کار رو بسیار ساده تر خواهد کرد برای سیاستگزاران کشورهای خارجی که به مسئله ایران نگاه میکنن، تا بدونن آلترناتیو کجاست و به چه شکلی میتونن اون رو تقویت کنن. مسلما تقویت یک آلترناتیو ملی خیلی بهتر از حمله کردن به ایران هست یا درگیر شدن با اون کشور. خب الان با توجه به این اقداماتی که فرمودید و گفتگو با گروه های مختلف، فکر میکنید نیرو به حد کافی الان در میدان هست که شما اون رو به عنوان آلترناتیو پیشنهاد کنید یا عرضه کنید؟ چون همه چشم انتظار همین موضوع هستن. از نظر تعداد اگه نگاه بکنید، شما دست کم بگیم که مکسیمومی که این رژیم بخواد ادعای طرفدار بکنه برای خودش در کشور، یه چیزی در حدود 12 بگیم مکسیموم 15% از جمعیت کشور رو میتونه باشه. حالا فرض بگید از نظر بسیج افراد و به هر حال هر دفعه که میخوان یه برنامه ای را بندازن، حالا میخواد 22 بهمن باشه از این قضیه، بگیم حالا 10% دیگر هم بتونن بسیج بکنن، اصلا بگیم 30% جمعیت کشور رو بخوان بسیج بکنن، خب اون 70% که به کلی از این سیستم خارج هستن، هیچ منفعتی در موندن با این رژیم ندارن، این یک تعداد قابل ملاحظه است. از نظر تعداد قطعاً کفه ترازو به سمت مردم ایران سنگینی میکنه و نه رژیم. یه نیروی تاریخیه. بله به جای دوری نری، من خاطر میاد چندین سال پیش، نه این اواخر، اواخر که ساله خیلی از این نگرانی ها داخل بیان میشه، ولی حتی 20 سال پیش من خاطرم میاد با یکی از فرماندهان سپاه صحبتی داشتم. البته همچنان ایران اون زمان در جنگ بود، اما اون اوائل
به هر حال کمیته ها و این جریانات بود و خود این شخص به من میگفتش که ما در حد یک تجمع 300 400 500 نفری شاید بتونیم جلوی عده رو بگیریم، اما از این تعداد بخوان بیشتر بشن هیچ راه مهار کردنشون نیست. البته خب این 20 سال پیشه، الان خب تعداد بیشتری لازم خواهد بود، ولی این رو به این مفهوم دارم بهتون میگم که غیر ممکنه که رژیم بخواد با صدها هزار نفر در سرتاسر مملکت، در چهار گوشه کشور، در آن واحد بخواد درگیر بشه. غیر ممکنه. از نظر تعداد قطعا اونجاست، اما نه با جنگ خیابونی، نه با درگیر شدن با نیروهای سرکوب نظام. نقطه ضعف رژیم جای دیگری است. نقطه ضعف رژیم نهایتا یک سقوط کامل و فلجی اقتصادی است، از طریق نه تنها فشار خارجی که تحریم بخشی از این کار رو در بر میگیره، بلکه اعتصابات هستش، کمکاری ها هستش، کارشکنی ها هستش، به شرط اینکه البته این نیروهای رو بتوان تقویت کرد، یک تضمین درآمدی بهشون به نوعی بتونیم جبران بکنیم. به حال ما نمیتونیم توقع داشته باشیم اون کارگر یا اون فرض بکنید کارمند یا فرض بکنید اون استاد مدرسه یا دانشگاه که همگی میدانیم به نون شبشون بدجور محتاج هستند، بتونن حتی مواجب خودشون هم از دست بدن و باید این ریسک رو براشون جوری جبران کرد. باری من از نظر پرنسیپش میگم جریانات مختلف در بخشای مختلف جامعه، بخش فرهنگیش، بخش کارگریش، بخش تکنوکراتیکش، بخش گروه های مختلف در ایالت های مختلف، اینا رو همه رو هم جمع بزنید یک تعداد قابل ملاحظه سازمان یافته میتونه باشه که اهرم های فشار متعددی رو میتونن به عناوین مختلف روی سیستم بیارن. خب اینو بسی تجهیز کرد، سازماندهی کرد، هماهنگ کرد و در واقع دغدغه اصلی و خواسته اصلی بسیاری از همیهنانمون این هستش که بدون یک تشکل و رهبری مشخص خیلی مشکل خواهد بود سر و سامان دادن به چنین ترکیبی برای یک حرکت گسترده در سطح یک مملکت که بتونه نهایتاً به یه همچین قیامی برسیم. خب این دقیقاً دستور کار اصلی همگی ماست که به این کار سخت و کوشا هستیم، خود من علل خصوص، و اینجاست که بار دیگر ضرورت زمان، چون فاکتور زمان رو قبلا بهتون گفته بودم و روی سخنم در اصل به رهبران فکری و سیاسی جریانات مختلف سیاسی کشورمون هست، چه در داخل چه در خارج، که ما بیایم و بر اساس همین مخرج مشترکی که همگی داریم که به نظر من به این شکل خلاصه میشه که فکر میکنم اکثریت نیروها از چپ تا راست، از مشروطه خواه تا جمهوری خواه، در اصل خواهان یک نظام سکولار پارلمانی دموکراتیک هستند به عنوان یک مکانیزم سیاسی در مملکت، در جایگزین کردن یک نظام حکومتی مذهبی در کشورمون. فکر میکنم این فاکتوری است که با تمام این افراد که صحبت میکنم سر این بحثی نیست، سر حقوق بشر بحثی نیست. بنابراین همطور که چند روز پیش به در سخنرانی که برای یک جمعی از همه هنومون داشتن بهشون گفتم میدونین چیه؟ من اصلا از این لغت دگراندیش خوشم نمیاد. چرا نمیایم به جای دگراندیش اسم هماندیش رو بین هم دیگه بذاریم؟ یه خط قرمز بیشتر نداریم، اونم با این حکومت مذهبی است. در اصل بقیه ما هر کسی که با این رژیم نیست اون یکی سنگر با هم میتونن قرار بگیرن. البته اختلاف سلیقه ممکنه داشته باشیم، البته که ممکنه از نظر ایدئولوژیک یه نظام خاصی رو از نظر شکلش بخوایم، ولی در محتواش، در دموکراتیک بودنش، در سکولار بودنش، در اینکه قانون اساسیش مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه، من فکر نمی‌کنم که در این یک بحث لاینحلی باشه که جلوگیری بکنه از یک تشکل و یک وحدت عمل در یک پروژه ملی قبل از یک هدف صنفی یا سیاسی یا عقیدتی. اگه ما بتونیم برسیم به اون مرحله که تمام نمایندگان فکری و سیاسی کشورمون قبول داشته باشن که به خاطر آزاد شدن کشورمون تقدم رو بدیم به این مسئله کلیدی، قبل از اینکه بخوایم دنبال یک منافع شخصی یا حزبی یا عقیدتی خودمون باشیم، خیلی سریعتر دست پیدا خواهیم کرد به این اتحاد عملی که به هر حال لازم هست. و اگه در این مورد امروز غفلت بکنیم، واقعا یک ضربه بسیار و لطمه بسیار شدیدی به کشورمون خواهیم زد و این خودش میتونه سرنوشت کشورمون در یک جهت کاملا برخلاف
میل جامعه برده بشه. این یک وظیفه است که بایستی اخلاقا وجدانن امروز همگی در نظر داشته باشیم. باز قبول بکنیم که قواعد بازی، قاعده بازی دموکراتیک است. بگذارید مردم تصمیم گیر باشند.